با نام حسیرخ جهان خدمت خانم ها و آقایان هموطنان عزیز سلام عرض می کنم. من دکتر محمد سهیمی هستم و خوشحال و سپاسگزارم که بار دیگر در برنامه یک سینه سخن با شما صحبت می کنم و با هم دیگه مرور می کنیم بر وقایع مهم ایران و تفسیر اخباری که از ایران می رسیم. امروز پنجشنبه 24 خرداد 1391 خورشیدی مطابق با امروز پنجشنبه 4 خرداد 1391 خورشیدی مطابق با 24 ماه می سال 2012 میلادی است. برنامه امشب رو میخوام به دو موضوع بسیار مهم اختصاص بدم. یکی مذاکرات هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5 به اضافه 1 و یکی در مورد ایران و درسی که ما میتونیم از وقایع سوریه و لیبی در مورد ایران و جنبش دموکراسی خواهی در ایران بگیریم. مهمترین خبر ایران در عرض یک هفته گذشته و بقیه بسیاری مهمترین خبر جهان در عرض یک هفته گذشته مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی و کشورهای 5 به اضافه 1 در بغداد بود که دیروز چهارشنبه و امروز پنجشنبه صورت گرفت و پنجشنبه شب به وقت بغداد پایان یافت. گروه اجازه خدمت شما اول توضیح بدم که 5 به اضافه 1 برای اونایی که نمیدونن 5 به اضافه 1 معنیش 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل یعنی آمریکا، فرانسه، انگلیس، چین و روسیه و به اضافه 1 یعنی مقصود آلمان است. این شش کشور به نمایندگی از شورای امنیت سازمان ملل با جمهوری اسلامی مشغول مذاکره هستند تا راه حل دیپلماتیکی برای مسئله اتم ایران پیدا کنند. دور اول این مذاکرات در 14 آوریل در شهر استانبول در ترکیه برگزار شد. چون در اون مذاکرات به نظر میاد که دو طرف مایل به ادامه گفتگو هستند و از طرفی هیئت نمایندگی ایران که نمایندگی اون رو آقای سعید جلیلی مذاکره کننده اصلی ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به عهده داره به نظر میاد که هیئت نمایندگی ایران رویه مثبتی رو در پیش گرفته و واقعا خواهان این هست که یک راه حل دیپلماتیک برای مسئله ایران پیدا بشه. قرار بر این شد که مذاکرات رو دیروز و امروز در بغداد ادامه بدن. البته انتخاب بغداد هم خودش به خودی خود مسئله بود. جمهوری اسلامی در واقع اول مایل نبود که دور اول مذاکرات در استانبول صورت بگیره. دلیلش هم این بود که در مناقشه سوریه و در وقایعی که در سوریه میگذره ایران و ترکیه در واقع در دو جناح مختلف قرار گرفتن. ترکیه از اپوزیسیون داخلی سوریه حمایت میکنه در حالی که ایران از حکومت آقای بشار اسد در سوریه حمایت میکنه. به همین دلیل در واقع جمهوری اسلامی مایل نبود که این مذاکرات رو در استانبول انجام بده. بعد توافق شد که دور اول مذاکرات در استانبول باشه و اگر به دور دوم رسید این دور دوم در بغداد پایتخت عراق صورت بگیره. البته انتخاب بغداد هم بسیاری از کشورهای عرب ناحیه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و امارات رو ناخشنود کرد. بدن این که اینها فکر میکنن که چون یک دولت شیعه در عراق به حکومت رسیده که این یکی از متحدان اصل ایرانه نمیخوان با برگزاری یک چنین کنفرانس هایی در بغداد در واقع به پرستیژ این دولت در سطح جهانی اضافه بشه و به اون کمک بشه. ولی به هر حال مذاکرات دیروز و امروز صورت گرفت. امشب به وقت بغداد که میشد حدود ظهر به وقت لس آنجلس هم آقای سعید جلیلی مذاکره کننده اصلی هیئت نمایندگی ایران و هم خانم کاترین اشتون که در واقع رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رهبر گروه مذاکره کننده 5 به اضافه 1 با ایران هست، هر دوشون کنفرانس های مطبوعاتی ولی به طور جداگانه برگزار کردن. ظاهراً در مذاکراتی که اتفاق افتاده هم ایران یک بسته پیشنهادی رو به 5 به اضافه 1 داده و هم 5 به اضافه 1 یک بسته پیشنهادی رو به ایران داده. مهمترین نکته 5 به اضافه 1 اینطور که از اخبار گوناگون برمیاد توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران در سطح 20%. همونطور که در برنامه‌های گوشه خدمت شما عرض کردم غنی‌سازی اورانیوم رو اگه ما بخوایم از 3.5%
به 20% برسونیم کاری بسیار مشکل تر تا غنی‌سازی اورانیوم رو از 20% به سطوح بالاتر. به همین دلیل دولت‌های غربی در مورد توانایی ایران برای غنی‌سازی اورانیوم در سطح 20% به شدت نگران هستند و فکر می‌کنن که چون ایران تونسته این کار رو بکنه احتمالی که ممکنه در آینده دست به غنی‌سازی در سطح خیلی بالاتری که برای سلاح هسته‌ای لازم خواهد بود بزنه و به همین جهت یکی از خواستهای اصلیشون رو توقف این غنی‌سازی در ایران قرار داده. البته این موضوع غنی‌سازی در سطح 20% هم خودش یک تاریخچه داره. در واقع غنی‌سازی در سطح 20% این 20% یک عدد دلبخواهی نیست. راکتور تحقیقاتی هسته‌ای تهران که در 1967 یعنی 1346 توسط دولت آمریکا به ایران داده شد، برای سوختش احتیاج به اورانیوم در سطح 20% داره. البته راکتور اولیه‌ای که آمریکا به ایران داده بود و سوختش هم به ایران داده بود در اون زمان در درجه قنای اورانیوم در اون حتی بسیار بالاتر از اون بود، یعنی در سطح حدود 90% بود که برای ساختن سلاح هسته‌ای میتونست به کار بره. ولی خب چون دولت آمریکا در اون موقع به دولت محمد رضا شاه اطمینان داشت، این سوخت رو در اختیار دولت ایران قرار داد. در 1992 وقتی که سوخت راکتور داشت به اتمام میرسید، دولت ایران سعی کرد که سوخت دوباره رو برای راکتور از آمریکا به دست بیاره، ولی آمریکایی‌ها حاضر نبودن این کارو بکنن. به همین دلیل دولت جمهوری اسلامی در اون موقع قراردادی با آرژانتین معذرت میخوام امضا کرد و آرژانتین راکتور یک مقدار طراحی دوباره کرد و در نتیجه سوختی که برای راکتور دوباره طراحی شده توسط آرژانتین لازمه حدود اورانیوم حدود 20%. در ماه سپتامبر سال 2009 یعنی نزدیک 3 سال پیش جمهوری اسلامی به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای نامه‌ای نوشت و گفتش که سوخت راکتور هسته‌ای در هسته‌ای تهران تحقیقاتی تهران در حال پایان یافتن است و احتیاج به یک بسته سوخت جدیده. آژانس با همکاری آمریکا و کشورهای متحدش با ایران وارد مذاکره شد. ایران و این گروه به یک توافق مقدماتی دست یافتند که بر طبق اون قرار بود ایران یک بخش مهمی از اورانیوم غنی شده خودش در سطح 3.5% رو به خارج از کشور بفرسته و در ازای اون برای راکتور تهران سوخت دریافت کنه. ولی این قرارداد به دلایل مختلف اجرا نشد. وقتی که این قرارداد در وین امضا شد و به تهران برده شد، جناح‌های مختلف حکومتی با اون مخالفت کردن. حتی آقای میرحسین موسوی رهبران اپوزیسیون ایشون هم با این قرارداد مخالفت کرد و در این حال دولت آمریکا هم حاضر نشد که بعضی از اصول قرارداد رو که دولت ایران بعد از آوردن قرارداد به تهران خواهان اون بود تغییر بده. و هم در اون قرارداد شکست خورد. چند ماه بعد در ماه می سال 2010 ایران با ترکیه و برزیل یک قرارداد مشابه امضا کرد که بر طبق اون قرار بود ایران اورانیوم غنی شده خودش رو در سطح 3.5% به ترکیه بفرسته و در اونجا به امانت بذاره تا اینکه غرب حاضر بشه برای راکتور تهران سوخت ارسال کنه. ولی دولت آمریکا این قرارداد رو رد کرد و همین دلیل ایران اعلام کرد که چون هیچ کشوری حاضر نیستش که برای راکتور تهران سوخت در اختیار تهران قرار بده، اینها خودشون مبادرت به غنی سازی اورانیوم خواهند کرد. البته در اون موقع صحبت برای این بود که کارشناسان قبلی میگفتن که ایران قادر به غنی سازی در سطح 20% نخواهد بود. ولی یکی از متخصصان هسته ایران زنده یاد دکتر مجید شهریاری که استاد فیزیک در دانشگاه شهید بهشتی بودن، طراحی‌های لازم و محاسبات لازم رو انجام دادن و در نتیجه با استفاده از اون طراحی و محاسبات ایران موفق شد که اورانیوم 3.5% خودش رو به سطح 20% در سطح 20% غنی‌سازی کنه. البته دکتر مجید شهریاری چند ماه بعد ترور شد در تهران و به شهادت رسید. به هر حال کار به جای رسید که ایران در حال حاضر حدود 100 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در سطح 20% داره و همونطور که عرض کردم این موضوع باعث نگرانی شدید دولت‌های غربی در مورد برنامه هسته‌ای ایران شده و بنابراین یکی از اهداف مهم دولت‌های غربی در رابطه با مذاکرات با ایران خروج هرچه سریع‌تر 100 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 20% به خارج از ایران و توقف غنی‌سازی در سطح 20% در ایران است. البته مقامات دولت جمهوری اسلامی به خصوص دکتر فریدون عباسی دوانی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بارها و بارها اعلام کرده بودند که
حاضرن غنی‌سازی اورانیوم رو در سطح 20% کنار بذارن اگر غرب حاضر تصمیم کنه که برای راکتور تحقیقاتی تهران سوخت لازم رو تهیه خواهد کرد. ولی خب چون در حال حاضر غنی‌سازی در سطح 20% یکی از به اصطلاح کارت‌های برنده ایران هست، این موضوع از ایران استفاده میشه تا توسط اون بتونه از غرب امتیازات بگیره، به خصوص در رابطه با تحریم فروش نفت و تحریم بانک مرکزی ایران. روز قبل از مذاکرات، یعنی روز سه‌شنبه، در واقع روز دوشنبه، آقای یوکیا آمانو مدیر آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به طور ناگهانی به تهران رفت و یک روز با مقامات ایران مذاکره کرد. در روز سه‌شنبه وقتی که آقای آمانو به وین، پایتخت اتریش که مقر آژانس در اونجا قرار داره، بازگشت، اعلام کرد که با مقامات ایرانی به یک توافق رسیده که این توافق به زودی امضا خواهد شد. بر طبق این توافق آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اجازه خواهد داشت تا از تأسیسات پارچین که در 30 کیلومتری جنوب شرقی تهران قرار داره دیدن کنه. پارچین یکی از نکاتی بوده، جاهایی بوده که مورد توجه آژانس قرار داده گرفته و این در واقع برمیگرده به سال 2004. در سال 2004 اینطور گفته شد که ایران در پارچین یک سری آزمایش‌های انجام داده با مواد منفجره با قدرت بالا که این آزمایش‌ها برای در واقع شروع یک واکنش هسته‌ای که منجر به انفجار هسته‌ای میشه لازمه. در اون موقع ایران بر طبق تعهداتی که نسبت به آژانس داشت، چون قبول کرده بود که به طور داوطلبی مفاد پروتکل الحاقی رو به اجرا بذاره، به آژانس اجازه داد تا از سایت پارچین دیدن کنن و در واقع سایت پارچین در سال 2004 دو بار توسط آژانس مورد بازدید قرار گرفت، یک بار در ژانویه سال 2004 و یک بار در ماه نوامبر سال 2004 و در هر دو بار اون جاهایی که در پارچین آژانس میخواد دیدن کنه مورد دیدن قرار گرفت، نمونه برداری شد، آزمایش شد و به این نتیجه رسیدن که اون شایعاتی که در مورد آزمایش با مواد منفجره با قدرت بالا در سایت پارچین انجام شده درست نبوده. منتها در گزارشی که آژانس در ماه نوامبر سال گذشته، در ماه نوامبر سال 2011 میلادی در مورد ایران منتشر کرد، دوباره سایت پارچین دوباره مطرح شد و به همین دلیل سایت پارچین یکی از نکاتی است که یکی از جاهایی است که مورد توجه آژانس قرار گرفته و آژانس اصرار داره تا از این سایت دیدن کنه. همینجا باید خدمت شما عرض کنم که من در عرض چند هفته گذشته که در بسیاری از تلویزیون‌های ایرانی و یا رادیوها برنامه‌های رادیویی صحبت کردم، بسیاری از هموطنان ما مثلا فرض کنید از طریق تلفن گفتن که خیلی خوب، اگر جمهوری اسلامی به قول معروف ریگی به کفشش نیست، باید اجازه بازدید از سایت پارچین رو بده. البته خب در حالت ایدئال این حرف کاملا درسته و جمهوری اسلامی باید این کار رو بکنه، ولی از منظر حقوق بین‌المللی به این آسونی نمیشه این کارو کرد، بدل اینکه این اون وقت مسائل و مشکلات بعدی خودش رو داره. حالا یکی از نکاتی که میخوام خدمت شما عرض کنم اینه که اصولا آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از لحاظ قانونی و حقوقی حق تقاضای دیدن از سایت پارچین رو نداره، بدل اینکه ایران در سال 1974 یک قراردادی رو با آژانس امضا کرد که در 1998 اون رو تمدید کرد. بر طبق این قرارداد که بهش سیفگارد اگریمنت یا توافق ایمنی میگن، در زبان فارسی بهش میگن پادمان، ایران متحد شد تا به آژانس هر موقع که آژانس بخواد به سایت هایی که توسط ایران سایت های هسته ای اعلام شدن دیدن کنه. به عنوان مثال فرض کنید که تاسیسات نطنز یک سایت هسته ای هست و بنابراین آژانس میتونه هر موقع بخواد از نطنز دیدن کنه، و یا تاسیسات اصفهان و یا تاسیسات عراق و الی آخر. ولی سایت هایی که توسط ایران هسته ای اعلام نشدن، آژانس اصولا از لحاظ حقوقی حق درخواست بازدید از اونها رو نداره. اگر ایران پروتکل الحاقی قرارداد ایمنی رو امضا و قبول کرده بود، اون وقت آژانس میتونست از این سایت دیدن کنه، چون بر طبق پروتکل الحاقی آژانس این حق رو داره که از هر جایی که بخواد دیدن کنه. در واقع ایران از اکتبر سال 2003 تا آگست سال 2005 یا معذرت میخوام تا ژانویه 2006 مفاد پروتکل الحاقی رو به طور داوطلبی اجرا کرد، که در واقع بر طبق همون اون بود که آژانس تونست در سال 2004 از سایت پارچین دیدن کنه. ولی در ماه اوت سال 2005 وقتی که اتحادیه اروپا در قبال به تعلیق در آمدن برنامه هسته ایران به ایران امتیاز مهمی رو نداد، ایران تصمیم گرفت که
اجرای داوطلبی مفاد پروتکل الحاقی رو کنار بذاره. در این حال امضای پروتکل الحاقی توسط دولت آقای خاتمی در اون موقع به تصویب مجلس نرسید و بر طبق قوانین بین‌المللی اگر پارلمان یک کشور یک قرارداد بین‌المللی امضا نکنه، اون قرارداد بین‌المللی هرچند که توسط دولت اون کشور امضا شده باشه قدرت اجرایی نداره، کما که در خود همین آمریکا هم معذرت می‌خوام دولت آمریکا با دولت روسیه یکی دو قرارداد برای سلاح‌های هسته‌ای بست ولی سنای آمریکا حاضر نشد اون قراردادها رو تصویب کنه و بنابراین اون قراردادها هیچ موقع به اجرا در نیامد. به همین دلیل از لحاظ حقوقی آژانس در واقع در جایگاهی نیست که بتونه از ایران تقاضای بازدید از سایت پارچینو بکنه و بنابراین اگر دولت ایران بخواد که به آژانس اجازه بازدید از سایت پارچینو بده، این خودش یک قرارداد جداگانه بین ایران و آژانس رو لازم داره. در این حال چون توجه آژانس و جهان غرب به سایت پارچین جلب شده، من معتقدم که دولت جمهوری اسلامی از سایت پارچین هم در واقع مثل قنیسازی درصدی 20% میخواد به عنوان یک کارت برنده استفاده کنه تا بتونه از قدر در قبال اون امتیازاتی بگیره. آژانس یک گروهی رو در اوایل ماه فوریه و همینطور در اوایل ماه مارچ، در هفته اول ماه مارچ به تهران فرستاد. قرار برای اون بود که توافقنامه بین ایران و آژانس امضا بشه که وقتی این قرارداد امضا شد، اون وقت آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای میتونه به ایران مسافرت کنه و بازرساش میتونه از سایت پارچین دیدن کنه. وقتی که آقای یوکی آمانا در روز دوشنبه همین هفته گذشته به تهران رفتن، ظاهرا در مورد بازدید از سایت پارچین به توافق رسیدن. خب این یک مرحله قدم خیلی مثبت بود، نشون میداد که ایران و جمهوری اسلامی واقعا میخوان که همکاری‌های خودشون رو با آژانس گسترش بدن و در واقع جو خوبی هم برای برگزاری مذاکرات بغداد به وجود آورد. حالا نکته که من در مورد و همینجا خدمتتون عرض کنم که به نظر میاد که مذاکرات بغداد به اندازه کافی پیشرفت داشته، به دلیل اینکه هم خانم کاترین اشتون و هم آقای سعید جلیلی امروز در کنفرانس های مطبوعاتی خودشون اعلام کردن که دور بعدی مذاکرات در روزهای 18 و 19 ماه جون، یعنی کمتر از یک ماه دیگه، در مسکو پایتخت روسیه برگزار خواهد شد و در از این مدت از الان تا اون موقع مقامات ایرانی با مقامات اتحادیه اروپا و پنج وزارت در تماس خواهند بود تا به اصطلاح صورت جلسه رو برای مذاکرات مسکو آماده کنند. به نظر میرسه که ایران یه مقدار انعطاف از خودش نشون داده. در این حال به نظر میرسه که گروه پنج به اضافه یک امتیازهای مهمی رو که ایران به دنبال اون بود حاضر نشده لااقل در بغداد به ایران بده. اینطور که گزارش‌های مختلف برمیاد نشون میده که گروه پنج به اضافه یک از ایران تقاضا کرده که غنی‌سازی در سطح 20% رو متوقف کنه و به جای اون گفته که و در قبال اون گفته که یک مقدار ایزوتوپ‌های هسته‌ای رو که راکتور هسته‌ای تهران برای معالجات بیمارها تولید میکنن و حاضر خواهند بود در اختیار ایران قرار بدن. یک مقدار هم همکاری در مورد ایمنی تحصیلات هسته‌ای با ایران انجام خواهند داد که به ایران کمک کنند تا تحصیلات هسته‌ای خودش رو ایمن کنه و در این حال پنج به اضافه یک به ایران قول داده که یک مقدار لوازم یدکی برای هواپیماهای قدیمی ایران که از کشورهای اروپایی و آمریکا خریده بود در اختیار ایران قرار بده، چون اینها فروششون به ایران منع شدن. ولی به نظر میاد که جمهوری اسلامی اینها رو قبول نکرده و دنبال امتیاز بزرگتری به عنوان مثال به عنوان دنبال اینه که تحریم بانک مرکزی لااقل با حالت تعلیق در بیاد و اجرا نشه. ولی چون منزه کافی به نظر مثل پیشرفت کردن، قرار شده که در مسکو در ماه آینده دوباره ملاقات کنه. حالا نکته که من میخواستم خدمت شما عرض کنم اینه که به نظر میاد که تعدادی از هموطنان ما که به دنبال این بودن که این مذاکرات شکست بخوره، امید داشتن که مذاکرات شکست بخوره و در نتیجه دولت آمریکا و یا دولت اسرائیل و یا هر دو در یک مرحله تصمیم میگیرن که به ایران حمله کنند، از این جریان بسیار ناامید شدن. در وبسایت‌های مختلف من مقالاتی خوندم و که دیدم که همه اینها به دولت آمریکا هشدار میدن که نباید این کارو بکنه و نباید گول جمهوری اسلامی بخوره. در این حال بعضی از ایرانی هایی که قبلا در ایران بودن، در ایران فعالیت داشتن و حالا با آمریکا آمدن، اونها هم به نظر میرسد از این موضوع ناراحتن. شب گذشته من در برنامه تلویزیونی
تلویزیون اندیشه بودم با آقای فرمز فروزنده در برنامه ایشون که ساعت 7 شب پخش میشه صحبت میکردم و یکی از هموطنان ما تلفن زد و از من پرسید که فکر نمی‌کنید که مذاکرات هسته‌ای ایران با آمریکا باید شامل نقض حقوق بشر در ایران هم بشه و آمریکایی‌ها حاضر نبودن این کارو بکنن. نکته‌ای که من اون موقع به هموطن عزیزمون در جوابش گفتم این بود که این سوال البته سوال بسیار مهمیه، سوال بسیار روشنیه، ولی این سوال رو ایشون نباید از من بکنن، بلکه در واقع این سوال رو ایشون باید از اونهایی بکنن که چشم امید به امامزاده آمریکا داشتن، که فکر می‌کردن که این امامزاده آمریکا معجزه‌ای می‌کنه برای به وجود آمدن دموکراسی در ایران. اون هموطنان ما که از دخالت به اصطلاح بشر دوستانه در لیبی حمایت کردن که در بخش دوم برنامه راجع به اون صحبت خواهم کرد، و اون هموطنان ما که آب پاکی رو روی سر آمریکا و جناح و سیستم سیاسی نظامی اقتصادی آمریکا میزن که این آمریکا آمریکای قدیم نیست و این آمریکا در پی برقراری دموکراسی در خاورمیانه هست و تمام گناه‌های آمریکا در گذشته از قبیل کودتای 28 مرداد گرفته تا دخالتش در امور داخلی کشورهای دیگه، تا حمله به عراق، تا حمله به لیبی و غیره و غیره، اینها رو شستشو دادن و هر کسی که با این سیاست‌ها مخالفت کرده به اونها غرب ستیز و آمریکا ستیز گفتن، حالا باید بیان جواب بدن که این امامزاده آمریکا چرا چنین معجزه‌ای رو که اینها انتظار داشتن انجام نداده و چرا مذاکره در مورد نقض حقوق بشر در ایران رو در مذاکرات با جمهوری اسلامی قرار نداده. در ایران اونهایی که خیلی طرفدار آقای خامنه‌ای هستن رو بهشون میگن ذوب شدگان در ولایت. این دوستان که در اینجا هستن، اینها هم ذوب شدگان هستن، منتها ذوب شدگان در ولایت فقیه آمریکا، و فکر میکنن که ولایت فقیه آمریکا یک معجزه‌ای رو برای اینها به وجود میاره، در حالی که بنده بارها در همین برنامه و در برنامه‌های دیگه و همینطور در مقالات خودم خدمت شما همیشه عرض کردم که نظام سیاسی اقتصادی و نظامی آمریکا به دنبال این نیست که در کشورهای دموکراسی برقرار کنه، بلکه این نظام دنبال حفظ آنچه که فکر میکنه منافع ملی آمریکا هست و گسترش اون منافع است. حالا اگر این حفظ این منافع و گسترش این منافع لازمش این باشه که از حکومت دیکتاتوری حمایت کنه، اینها این کارو خواهند کرد، کما که در همون منطقه دارن از حکومت دیکتاتوری ارتجای عربستان و کشورهای عرب خلیج فارس از جمله بحرین حمایت میکنن، یا در کشور بدون ثباتی مثل پاکستان سلاح هسته‌ای ساخته میشه و دولت آمریکا هیچ گونه اعتراضی به اونها نمیکنه، و یا از سالهای سال از دیکتاتوری های نظامی در آمریکا لاتین حمایت کردند، و حتی در سال 2009 موقعی که آقای اوباما رئیس جمهور شد و سر کار اومد، از کودتای در هندوراس حمایت کردند به جای اینکه از رئیس جمهور منتخب مردم هندوراس که توسط یک انتخاب دموکراتیک انتخاب شده بود حمایت کنند. بنابراین این نظام به دنبال برقراری دموکراسی در کشورهای دیگه از جمله ایران نیست، بلکه به دنبال حفظ و گسترش منافع ملی خودشه، و در واقع همونطور که عرض کردم از این امامزاده معجزه‌ای بر نمیاد. حالا جالب اینجاست که همون یه عده از همون کسایی که خیلی روی دولت آمریکا حساب می‌کردن در مورد این موضوع بسیار ناراحت شدن. به عنوان مثال مقاله بود از آقای مشتبه واحدی در وبسایت گویا که از متن مقاله اینطور برمیاد که این مقاله که آقای مشتبه واحدی بسیار ناراحت هستن که اصولا دولت آمریکا با دولت جمهوری اسلامی وارد مذاکره شده. ایشون رهبران دولت جمهوری اسلامی رو متهم می‌کنه که دارن به خارجی‌ها امتیاز میدن و به رهبر و تأسف می‌خوره از اینکه دولت آمریکا با دولت جمهوری اسلامی وارد مذاکره شده. البته این آقای مشتبه واحدی هم آقای مشتبه واحدی اصلا که چند ماه پیش میگفتن من نمیدونم چرا جنبش سبز با دولت آمریکا وارد مذاکره نمیشه تا با دادن امتیازهای حداقلی یک سری امتیازهای خیلی بزرگ از آمریکا در قبال جنبش دریافت کنه، که البته ایشون هیچ مشخص نکردن که این امتیازها که دولت آمریکا قرار بود به جنبش سبز چه امتیازهایی خواهد بود، ولی همون کسی که خواهان مذاکره بود حالا ابراز تأسف میکنه. یعنی در واقع این آقای مشتبه واحدی و امثال آقای مشتبه واحدی کاری که باید بکنن که از خودشون بپرسن که شماها که خواهان به واشنگتن رفتی، در واشنگتن زندگی میکنید و خواهان صحبت جنبش سبز با دولت آمریکا در قبال اوضاع ایران هستید، حالا از خودتون بپرسید که چرا دولت آمریکا در مذاکراتش با جمهوری اسلامی بحث راجع به نقض حقوق بشر در ایران
و اختناق سیاسی رو وارد نکرد. خب البته این واضح بود که این هیچ موقع وارد این جور بحثا نمیشه، چون همونطور که عرض کردم دولت آمریکا به دنبال حفظ منافع خودشون است. من به شما واقعا توصیه میکنم که مقاله آقای مشتاق واحدی رو در وبسایت گویا بخونید و با مقاله و گفته های گذشته ایشون هم مقایسه کنید تا ببینید که موضع ایشون در قبال این موضوع چیه. به نظر میاد که بعضی از هموطنان ما از این موضوع که دولت جمهوری اسلامی با غرب ممکنه به توافق برسه در مورد برنامه هسته ایش نگران و ناراحتن، در حالی که به نظر افرادی مثل منده هر گونه کاهش تنش در روابط ایران با کشورهای خارج به نفع جنبش دموکراتیک در ایران خواهد بود. به این دلیل که هر بار که یک دولت هر نوع رژیمی از دموکراتیک گرفته تا غیر دموکراتیک تهدیدی برای امنیت ملی اون کشور وجود بیاد، اون رژیم میتونه از اون موضوع استفاده کنه و اون رو باعث اختناق بیشتر در مملکت بکنه. در همین مملکت آمریکا که ما به دموکراتیک بودن اون اعتقاد داریم و از خیلی لحاظا واقعا دموکراتیک هم هست، بعد از حمله 11 سپتامبر یک جو بسیار سنگین سیاسی در این مملکت برقرار شد، به طوری که مخالفت با حمله آمریکا به عراق تقریبا به حالت ضد وطن پرستی در آمده بود. چرا؟ چون دولت آقای بوش از این موضوع به خوبی استفاده میکرد، میگفت یک تهدید بر علیه امنیت ملی آمریکا هست و بنابراین همه باید از دولت حمایت کنند. در این حال دولت جمهوری اسلامی که در عرض 32 سال گذشته همیشه مخالفان خودش رو عاملان آمریکا و دولت‌های خارجی دونسته، اگر همین دولت با این با همون دولت جمهوری اسلامی با همون دولت‌های خارجی به توافق برسه، این بهانه که اپوزیسیون در داخل ایران عامل دولت‌های خارجی هست از دست ایشون، از دست اینها گرفته میشه. و البته این توافق مزایای دیگه هم خواهد داشت، مقدار تحریم‌ها بر علیه ایران کمتر خواهد شد، تحریم‌ها در ایران واقعا کمر مردم رو از لحاظ اقتصادی شکسته و اصولا مهمترین دلیل که دولت جمهوری اسلامی حاضر شده که وارد مذاکرات بشه و به نظر میاد که میخواد به دنبال راه حل دیپلماتیک باشه، همین بدتر شدن اوضاع اقتصادی است. بنابراین هر گونه توافقی که بین جمهوری اسلامی و کشورهای پنجه به اضافه یک به دست بیاد که باعث دور شدن خطر جنگ از ایران، باعث کم شدن تحریم بر علیه ایران باشه، نه تنها اثرات بلافاصله مثبتی بر روی زندگی عادی مردم، زندگی روزانه مردم خواهد داشت، بلکه در میان مدت و دراز مدت به نفع جنبش دموکراتیک مردم در داخل ایران هم خواهد بود. و بنابراین ما نه تنها نباید از این توافق اگر حاصل بشه ناراحت باشیم، بلکه باید اون رو حمایت هم بکنیم. البته وقتی کسانی مثل آقای مشتاق واحدی و کسای دیگه به نظر میسی که از این توافق ها زیاد خوشنود نیستن، خب اون در واقع ماهیت واقعی این گونه افراد رو نشون میده. خیلی خب، حالا اجازه بدید که یکی دو دقیقه مکس کنیم تا آگهی ها پخش بشه و بعد از پخش آگهی ها راجع موضوع دوم با شما صحبت خواهم کرد. با ما باشید. خب در قسمت دوم برنامه میخوام راجع به یک موضوع مهم که در به اصطلاح سایبر اسپیس، در فضای اینترنتی و در بین گروه های مختلف سیاسی مورد بحث قرار گرفته با شما صحبت کنم. و اون در واقع درسی است که ما ایرانی ها میتونیم از وقایع لیبی و سوریه و عراق در مورد ایران بگیریم. علتی که این بحث اخیراً به وجود اومد این بود که دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ گزارش رو منتشر کرد که بر طبق اون ادعا میکرد که در لیبی حملات پیمان ناتو فقط حدود 70 و چند نفر کشته بیشتر نداشته. این موضوع باعث مورد استفاده گروهی از اونهایی که از حملات پیمان ناتو به لیبی حمایت کردن قرار گرفت. به عنوان مثال دکتر کاظم علمداری که در همین جنوب کالیفرنیا هست و از طرفداران سرسخت حملات بشر دوستانه به لیبی هست، راجع به این موضوع چندین بار نوشتن، در بین گروه های سیاسی پخش شد و این موضوع بحث های بسیاری رو برانگیخت. حالا صرف نظر از این که این آمار هیومن رایتس واچ واقعا درسته یا نه، یکی دو نکته هست که من باید راجع به اون در این مورد صحبت کنم و بعد بحث رو از یک زاویه دیگه ادامه خواهیم داد. اولا پیمان ناتو بر طبق آمارهایی که خود پیمان داده در طول جنگ لیبی حدود 15,000 پرواز برای بمباران بر روی لیبی انجام داده، 15,000 سورتیز به اصطلاح.
اگر فرض کنیم که هر پنج حمله پنج سورتیز یک فقط یک کشته داده باشه، تعداد کشته ها باید دست کم حدود 3000 نفر باشه. بنابراین این آمار که فقط 72 نفر به نظر میسته کشته شدن آماریست کاملا غیر واقعی. شما اگر به آمار حملات نیروی هوایی آمریکا و انگلیس و متحدانشون در موقع هجوم به عراق نگاه کنید، ببینید که تلفات خیلی بیشتر است. ولی به نظر من نکته مهم این نیست که چند نفر در حملات پیمان ناتو در لیبی کشته شدن، بدون اینکه اولا حتی یه نفرم تعداد زیادی هست، چه بسی که 72 نفر، اگه 72 نفر درست باشه. ثانیا اونهایی که این موضوع رو مستمسک قرار میدن و از این حملات دفاع میکنن، یک نکته خیلی واضح رو نمیدونن و اونی که وقت بر طبق قوانین بین المللی و بر طبق کنوانسیون ژنو، وقتی که یک کشور یا چند کشور به یک کشور دیگه از لحاظ نظامی حمله میکنن، مسئول تمام کارهایی هستن، اتفاقاتی هستن که در اون مملکت اتفاق میفته. آقای کالین پاور وزیر خارجه سابق آمریکا در خاطرات خودش می‌نویسه که وقتی که دولت آمریکا، دولت آقای بوش می‌خواست به عراق حمله کنه، ایشون به آقای بوش رئیس جمهور وقت آمریکا گفتن که if you break it you will own it، یعنی اگر به عراق حمله کنی و عراق رو، مخصوصش اینه که شما اگه برید در یه مغازه و یک ظرف چینی ببینید و ظرف چینی رو دست بزنید بیفته بشکنه، باید چیکار کنید؟ اون شکسته ها مال شماست و شما باید پول اون رو بپردازید. آقای کالین پاور در صحبتشون با آقای بوش هم به همین نکته اشاره کردن، گفتن if you break it you will own it، یعنی اگر شما به عراق حمله کنی و دولت عراق رو سرنگون کنی، تو صاحب عراق هستی. معنیش یعنی چی؟ معنیش اینه که مسئول تمام وقایعی هستی که در عراق اتفاق افتاده. وقتی که دولت آمریکا به عراق حمله کرد، چند هزار نظامی آمریکا در اثر هجوم مستقیم آمریکا به عراق کشته شدند. فکر می‌کنم حدود 30 یا 40 هزار نفر باشند. آماری که داده میشه 30 تا 40 هزار نفر. شاید هم حتی بیشتر، آمار تا حدود 20 هزار تا هم هست. ولی تعداد کل کشته‌هایی که در طول مدت اشغال آمریکا، اشغال عراق توسط آمریکا و متحدانش در عراق بود، آماری بسیار بالا داره. حداقل آماری که همگی رویش توافق دارن حدود 150 هزار تا 200 هزار تاست. آمارهایی هست به عنوان مثال مجله معتبر پزشکی لنست که برآورد میکنه که تعداد کشته شدگان عراق در طول این مدت بالای 1 میلیون نفر بوده. سوال اینه آیا تمام این 1 میلیون نفر توسط نیروهای عراق و آمریکا و انگلیس اینا کشته شدن؟ واضحه که نه. سوال دوم اینه مسئول کشته شدن اینها کیه؟ درسته که این عراقی ها توسط عراقی های دیگه کشته شدن، درسته که به عنوان مثال این عراق، این عراقی ها، مردم عراق توسط برخی از اونها توسط افراد وابسته به گروه القاعده کشته شدن، ولی مسئول اصلی تمام این کارها دولت آقای بوش. این رو قرارداد کنوانسیون بین المللی ژنو به طور خیلی واضح بیان میکنه، یک دولت اشغالگر مسئول امنیت اون کشوره. کمان که به عنوان مثال دولت اسرائیل مسئول امنیت فلسطینی‌ها در ساحل غربی رود اردن و قسمت شرق بیت المقدس. بنابراین وقتی که پیمان ناتو هم به لیبی حمله میکنه و به یک طرف این ماجرا کمک میرسونه و مشاوران سازمان سیایه و گروه اینتلیجنس فرانسه و انگلیس اینا همگی در شرق لیبی هستن و به شورشیان لیبی کمک میکنن، هر تعداد که در لیبی کشته بشه مسئولیتش به عهده آمریکا و متحدانشه. چرا؟ چون که این رو قوانین بین المللی به رسمیت شناخته. اگر یک دولتی به یک کشوری حمله کنه، اون کشور اگر دولت و یا گروهی مثل آمریکا و متحدانش در پیمان ناتو به لیبی حمله کنن در حالی که لیبی به اونها حمله نکرده، هر اتفاقی که در اون کشور بیفته مسئولیتش با حمله کننده ها خواهد بود. کمون کمتو که عرض کردم مسئولیت تک تک تعداد کشته هایی که در عراق هست به گردن دولت آمریکاست در طول اشغال عراق توسط دولت آمریکا. مسئولیت آواره شدن 4.5 میلیون عراقی در عراق به دلیل جنگ عراق
به گردن آمریکا و متحدانش. مسئولیت کشته شدن حدود 250 استاد دانشگاه عراقی و خروج 3000 استاد دانشگاه عراقی از عراق به دلیل شرایط جنگی به عهده آمریکا و متحدانش. و بسیاری از آمارهای دیگه که اینها رو من در یک مقاله بسیار مفصل در سال 2009 توضیح دادم. اینها رو نمیشه به قول ما ایرانی ها ماسمالی کرد، اینها رو نمیشه به اسم اینکه هر کسی که راجع به اینا حرف بزنه غرب ستیزه یا دشمن آمریکاست، اینها رو نمیشه به این صورت از بین برد. این صحبتی که میکنن که چون پیمان ناتو فقط در حمله هاش به لیبی 72 نفر کشته شده و بنابراین این انقدر بر ضد حمله پیمان ناتو به دلیل دخالت بشر دوستانه در لیبی صحبت نکنید، این حرف حرفیست بی اساس از بی خوبون. به دلیل اینکه اولا صرف نظر اینکه این آمارها بر طبق تمام آمارهایی که خود پیمان ناتو میده میتونه خیلی اشتباه باشه و صرف نظر اینکه حتی یک کشته هم زیاده، چرا میرسه که 10 نفر، صرف نظر اینکه اصلا این آمار واقعی هست یا نه، واقعیت اینه که بر طبق قوانین بین المللی مسئولیت تمام اتفاقاتی که در طول حملات پیمان ناتو بر لیبی شد به عهده کشورهایی هستن که این حملات رو انجام دادن، چون اگر این حملات نبود اوضاع در لیبی اینطور نبود که بعدن شد. این صحبتی که من میکنم ربطی به حکومت آقای قذافی نداره، در اینکه دولت آقای قذافی دیکتاتور بود از لحاظ سیاسی شکی نیست، در اینکه دولت آقای قذافی باید فضای دموکراتیک در لیبی وجود میورد شکی نیست، در اینکه دولت آقای قذافی شاید حمله نظامی رو به مخالفان خودش آغاز کرد در این مورد من نمیدونم حتما همینطور بوده یا نه، ولی حتی اگه فرض کنیم اینطور بوده خیلی خوب، این همه اینها هیچ گونه بهانه‌ای برای زدودن مسئولیت پیمان ناتو و در رأس اونها آمریکا و فرانسه در لیبی نیست، اینها مسئولیت خودشون دارن. ولی حالا فرض کنیم که اینطوره، فرض کنیم که اصلا این 72 نفر بیشتر کشته نشدن، فرض کنیم که دولت آمریکا و متحدانش در پیمان ناتو اصولا علاوه بر بین‌المللی هم در این مورد مسئولیتی ندارن. معنی این حرف و معنی اصرار رو این حرف چیه؟ معنیش اینه که آیا این کار برای ایران هم خوبه؟ اگر معنیش اینه که خب آقایونی که به این حرف معتقدن بیان اینو رک و صریح بگن، اگر میخوان اگر جرأت رک و صریح گفتن رو ندارن خب اون یه موضوع دیگه است، ولی در اینها نباید انتظار داشته باشن که کسانی که این معنی این حرف اینها رو میفهمن سکوت کنن و هیچی نگن. این نکاتی بود که خود من نمیخواستم راجع به این موضوع راجبش صحبت کنم. و بعد امروز روز همین روز پنجشنبه که در خدمت شما هستم، آقای اکبر گنجی روزنامه‌نگار خیلی خوب ایرانی یک مقاله راجب همین موضوع در وبسایت روز منتشر کرده که من واقعا توصیه میکنم که به وبسایت روز برید و این مقاله رو مطالعه کنید، چون به نظر من این مقاله بسیار آموزنده است. ایشون خیلی با مستند و با مدرک صحبت میکنن، از یه لحاظایی هم شبیه مقاله هست که بنده در سال 2009 نوشتم. البته مقصود من این نیست که آقای گنجی از روی مقاله من نوشتم، مقصودم اینه که مستند بودنش مثل اون مقاله من هست که در سال 2009 نوشتم. یک مقاله جدیدم راجع به این موضوع نوشتم که انشالله به زودی منتشر خواهد شد، ولی من واقعا توصیه میکنم که مقاله آقای گنجی رو در این مورد بخونید، چون به نظر من بسیار آموزنده است و حالا میخوام قسمتی از این مقاله رو واسه شما بخونم. اولا که آقای گنجی به اونهایی که از حملات بشر دوستانه یا به اصطلاح بشر دوستانه به لیبی و سوریه و کشورهای دیگه حمایت میکنن عنوان آزادی، عنوان کسایی داره که طرفدار کلنگ خارجی هستن. حالا این کلنگ خارجی ریشش اینه که یکی از این کسانی که از حمله بشر دوستانه به اصطلاح بشر دوستانه بر علیه لیبی و سوریه حمایت کرده، این کلمه رو برای اولین بار به کار برد. سالها قبل یکی از همین آقایون که خیلی دفاع میکنه من اسمش رو نمیخوام بیارم، در یک جمعی گفتش که دولت آقای بوش به زودی به ایران حمله خواهد کرد، ما باید تکلیف خودمون مشخص کنیم، باید ببینیم آیا ما باید در کنار جمهوری اسلامی از ایران در برابر آمریکا دفاع کنیم و یا در کنار بوش و یا از حمله بوش به ایران حمایت کنیم. و بعد گفتن که ما یادمون باشه که برای به وجود آمدن دموکراسی در ایران به احتیاج به کلنگ آمریکا داریم.
به نظر من میرسه که آقای گنجی شاید این کلنگ خارجی رو بر مبنای همون صحبت این آقای که خیلی طرفدار دخالت بشر دوستان در ایران در لیبی هست رو از اونجا گرفته باشه. به هر حال چیزی که آقای گنجی در صحبتشون میکنن اینه که آقای گنجی در مقاله خودشون به این نکته اشاره میکنن، میگن که یکی از این طرفداران، یکی از کسایی که از دخالت به اصطلاح بشر دوستانه در ایران حمایت میکنه، در روز 25 آبان 1390 یعنی حدود چند ماه قبل در تلویزیون صدای آمریکا گفتن که من براتون میخونم: شرایطی که میتواند شرایط مداخله انسان دوستانه را فراهم کند شرایط امروز سوریه است که مردم ماندن که چه کار بکنن. نیروهای سرکوبگر هر روز مردم را میکشن. کشورهای عرب دارن اعتراض میکنن. همسایه کشور سوریه دارد اعتراض میکنن. مردم تنها ماندن و نیروهای بین‌المللی باید هر طوری میتوانند جلوی سرکوبهای رژیم سوریه را بگیرند. و در همانجا به سرعت نشان دادن که از مدل لیبی برای ایران نیز دفاع میکنند. ایشان میگویند، یعنی همون کسی که در تلویزیون آمریکایی حرف زده بود، اگر در ایران روزی روزگاری جنبش ایران رشد پیدا کرد و مثل بعد از انتخابات میلیون ها رفتن تو خیابان و جمهوری اسلامی به تظاهرات آرام مردم تیراندازی کرد، مثل قذافی تانک آورد، مثل قذافی هواپیما بمب افکن انداخت، چاره‌ای نیست و رهبران جنبش سیاسی در ایران درخواست کردن از جهان که به ما کمک کنید. خب کمک باید کرد، اون میشود کمک بشر دوستانه. یعنی در واقع این آقایی که خیلی طرفدار این جریان هست که اسمش آقای گنجی نمیاره ولی در تلویزیون صدای آمریکا صحبت کرده، که من فکر میکنم که خیلی راحت میتونید در برید بر آرشیو صدای آمریکا ببینید روز 25 آبان 1390 که اونجا صحبت کرده، این صحبت رو کرده و از حملات به اصطلاح بشر دوستانه به لیبی و سوریه حمایت کرده و در واقع با این حرفش از حملات بشر دوستانه به اصطلاح بشر دوستانه به ایران هم حمایت کرده. اون وقت آقای گنجی میگن در جای دیگر، در نوشته دیگر، در 14 بهمن سال 2011، یعنی یکی دیگه از همین طرفداران میگوین، نوشتن: من هنوز استدلالی نخواندم که بگوید چرا اگر جنبش دموکراسی خواهی ایران اوج گرفت و رژیم جمهوری اسلامی به مانند رژیم سوریه سرکوب خونی را علیه مردم به کار برد و اپوزیسیون داخل کشور یعنی مردم به پا خواسته از جهان درخواست کمک کرد و این کمک عملی شد، یعنی سخنان خانم هیلاری کلینتون، باید در کنار رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفت و در علیه اپوزیسیون جنگید. این نکته رو من در یکی از برنامه‌های گذشته بهش اشاره کردم. خانم هیلاری کلینتون چند ماه قبل صحبت کرد و گفتش که وقتی که جنبش سبز در ایران در اوجش بود، رهبران جنبش سبز از ما درخواست کمک نکردن. نه تنها درخواست کمک نکردن، بلکه خواستن به هیچ عنوان دخالتی ما نکنیم. بلافاصله بعد از صحبت‌های ایشون، آقای مجتبی واحدی که قبل از اینکه آگهی یا پخش بشه در مورد ایشون با شما صحبت کردم، ایشون اومدن جواب خانم هیلاری کلینتون رو دادن و به خانم کلینتون یه مقدار انتقادات کردن و بعد گفتن من نمیفهمم چرا بخشی از این جنبش سبز حاضر نیست با دولت آمریکا وارد مذاکره بشه و برای به وجود آمدن دموکراسی در ایران یک سری امتیازات از آمریکا بگیره و حداقل امتیازات هم بده. البته ایشون مشخص نکردن که حتی اگر قرار بود این کار انجام بشه و حتی اگر این کار توسط رهبران جنبش در داخل ایران هم تایید شده بود، رهبری این مذاکرات رو کی باید به عهده بگیره؟ احتمالاً آقای مجتبی واحدی خودشون واسه این کار کاندیدا کرده بودن، گرچه که راجع به موضوع صحبت نکردن و ایشون حتی راجع به اینم مشخص نکردن که حتی اگر قرار بود که این کار انجام بشه و حتی اگر قرار بود که آقای مجتبی واحدی و امثال هم برن با دولت آمریکا مذاکره کنن، چه تضمینی وجود داره که اینها که هیچ گونه مهارت دیپلماتیک، هیچ گونه تجربه دیپلماتیک ندارن، بتونن با دولت قدر قدرت و با تجربه و با دیپلمات‌های برجسته آمریکا مذاکره کنن به طوری که به قول خود ایشون امتیازهای حداقلی بدن ولی امتیازهای حداکثری بگیرن. اینها همش خواب و خیال‌هایی که این عده دارن در مورد برقراری به اصطلاح دموکراسی در ایران. به هر حال آقای گنجی اینجور جواب میدن: تا حدی که من اطلاع دارم هیچ کس نگفته که باید با اپوزیسیون جمهوری اسلامی جنگید. مدافعان کلنگ خارجی به استقبال سخنان کلینتون مبنی بر اجرای مدل لیبی در ایران در صورت خاص رهبران جنبش رفته و اگر کسی با آنها بگوید که شما از لیبیایی کردن ایران دفاع می‌کنید، آن را تهمت قلمداد می‌کنند. یعنی
وقتی که میگن شما همون مدل لیبیایی رو در مورد ایران میخواین، میگن نه اینطور نیست و شما دارین به ما تهمت میزنین، ولی در واقع با این صحبتی کردن عملا دارن از این کار دفاع میکنن. و بعد آقای گنجی میگن کلنگ خارجی که در افغانستان و عراق در زمان جورج بوش به وجود آمد و در زمان اوباما در لیبی به وجود آمد، اینها را آنچنان به وجد آورد که چنین سخنانی در مقابل چشم مدیون ها تن بر زمان راندن. مقاله مرد ستمگر، زن ناتوان و آمریکای نجات بخش ناظر به نقد همین دیدگاه و مبانی نظری اون بود که این مقاله آقای گنجی نوشتن. بعد آقای گنجی در مقالهشون میگن مدافعان کلنگ خارجی به این هم بسنده نکردند. در تلویزیون بی بی سی به دفاع از پول گرفتن اپوزیسیون از دولت‌های خارجی پرداختند و برای توجیهان افسودن امینی، یعنی دکتر علی امینی، مدنی یعنی دکتر احمد مدنی و بختیار یعنی دکتر شاپور بختیار توانستن یک پولی بگیرن و این امکانات رو در اختیار جنبش جوان معتقد بودن قرار دادن. یعنی پول گرفتن از دولت‌های خارجی هم مباح است. این رو کسانی میزنن که قبلا هر موقع اگه کسی موقعی که کمونیست بودن اگر کسی به شوروی انتقاد میکرد میگفتن که اونایی که به شوروی انتقاد کردن یا عامل ساواکن یا عامل سیایه. حالا همونها که از کمونیست بودن خودشون پشیمون شدن و در تلویزیون های ایرانی دم از لیبرالیسم میزنن، که البته لیبرالیسم همینجا خدمت رو عرض کنم مکتب فکری بسیار خوبی، ولی اینها در واقع لیبرال نیستن، اینها در واقع نئولیبرالن که یک مکتب ارتجایی نهایت راستیه و آنچه که اینا ازش دفاع میکنن نئولیبرالیسمه نه لیبرالیسم اون معنای واقعی کلمه. حالا همونها و البته لیبرال شدنش هم این دلیل بوده که از کمونیست بودن خودشون پشیمون شدن، در اینها تونستن این مقدار بساز بفروشی انجام بدن و پول دار بشن، حالا دیدن که مزایای سرمایه داری و آنچه که اینا فکر میکنن لیبرالیسمه برای اینها خوب بوده و حالا دارن حتی از گرفتن پول توسط از دولت‌های خارجی حمایت میکنن. اون وقت یکی از همین ها دوباره یکی از همین ها آقای گنجی در مقاله خودش اشاره میکنه، میگه یکی از اینها در یکی از مقالات خودش گفته، یکی از همین ها یعنی از همونایی که از حمله به اصطلاح بشر دوستانه به لیبی و سوریه حمایت کردن و فکر میکنن تحت شرایطی برای ایران هم درسته، یکی از اینها میشه اگرچه تحریم نفت میتواند در کوتاه مدت زیانهای مردم وارد کنند، ولی در دراز مدت مردم ایران ممکن است هم از شر دیکتاتوری رها شوند و هم به ثروت ملی خود دست یابند. مگر مردم ایران 100 سال برای آزادی مبارزه نکردند و هزینه ندادند و دو انقلاب را پشت سر نگذاشتند؟ پس چرا مردم را از هزینه کوتاه مدت تحریم نفت ایران ترسان؟ باید همه فشار همه جانبه داخلی خارجی علیه این رژیم را به کار گرفت تا به خاص مردم یعنی آزادی و حاکمیت مردم تن در دهد. بله، البته در کنار سواحل زیبای اقیانوس آرام، در اقیانوس اطلس، اقیانوس آرام، در شهرهای مدرن آمریکا زندگی کردن، در رفاه زندگی کردن، به قول دکتر حمید دباشی ماشین‌های SVU رو روندن، در سانتا مونیکا بودن، در چه میدونم در نورتریش زندگی کردن، خب همه اینها به ما این امکانات رو میده که ما از اینجا فتواهای سکولار صادر کنیم، فتواهای سکولار برای مردم صادر کنیم. ای مردم تحمل کنید، چون که اگر تحمل کنید اون وقت در عرض چند سال آینده یا ده ها سال آینده یا هرچی که هست ممکنه به ثروت ملی خود برسید. در این حال ما هم که اینجا هستیم وضع زندگیمون هم خوبه و غم و غصه ای هم نداریم، بنابراین ما برای شما اینجور شما رو ارشاد میکنیم که فعلا تحمل کنید. و اون وقت آقای گنجی که البته این موضوع رو بنده بارها در صحبت‌های خودم تکرار کردم، آقای گنجی میگن اینها برای اینکه کلنگ خارجی را بر ایران بکوبن چنان قلام داد کردن که ایران در حال استفاده نظامی از انرژی هسته‌ای است و این استفاده به مرحله تعیین کننده ای رسیده است. چه دلیل دیگری برای کوبیدن کلنگ خارجی لازم بود؟ مطابق منشور سازمان ملل اگر کشوری خطری برای صلح و امنیت جهانی باشد شورای امنیت مجاز است که دستور حمله به آن را صادر کند. اینها آگاهانه نوشتن که ایران خطری برای صلح و امنیت جهانی است تا کلنگ خارجی بر فرق ایران فرود آید. البته در نوشته آنها به شرح زیر به جای ایران جمهوری اسلامی به کار گرفته شده. می نویسن این تیکه که میگن می نویسن این در واقع از همون اعلامیه 184 نفر بود که
همین متن رو نوشتم. بنده این اعلامیه انتقاد بسیار شدید کردن در یک مقاله بود که در وبسایت تهران بیرو هم منتشر شد. آقای گنجی هم همین رو میگن، میگن ایران از قرارداد، یعنی آقای گنجی این رو نقل قول میکنه از طرف اونها، ایران از قرارداد NPT تخطی کرده و به معاهدات بین المللی بی اعتنایی کرده. برنامه هسته ایران مخرب است. برنامه هسته ایران دارای وجوه نظامی است. انحراف برنامه هسته ایران به مسیر نظامی وارد مرحله تعیین کننده شده است. برنامه هسته ایران در مرکز اقدامات تنش‌زا قرار دارد. ایران کانون‌های بی‌ثبات ساز را در سطح جهان، سطح منطقه و جهان تقویت می‌کند. ایران صلح ستیزی را در سپهر جهانی دنبال می‌کند. ایران شعله‌های جنگ محتمل را برخواهد افروخت. ایران تهدیدی بر علیه صلح و ثبات جهانی به شمار می‌آید. که همون چیزی که در منشور سازمان ملل هم هست. خب من از هموطنان عزیز خواهش میکنم که این مقاله آقای گنجی رو بخونن، این رفرنس هایی که میدن رو ببینن. مقاله خود بنده هم در مورد این اعلامیه 184 نفر در وبسایت تهران بیرو هست. مقاله سال 2008 من در وبسایت antiwar.com هم هست که راجع به اینها گفته میشه. و جالب اینجاست که تمام این انتقادات رو برای اینکه به اینها جواب بدن، تنها حرفی که این آقایون دارن اینه که اونهایی که این حرفا رو میزنن آمریکا ستیز و یا غرب ستیزن. یعنی هر کسی که با سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه مخالفت کرد، هر کسی که به سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه انتقاد کرد، دشمن آمریکا یا مخالف آمریکا، مخالف آمریکاست. این استدلالی است که آقایون که عنوان دکترا و پروفسور دانشگاه هم خیلی به خودشون میبندن رو همیشه استفاده میکنن. خب وقت برنامه ما به اتمام رسید. متاسفانه بحث راجع به این موضوع زیاده. قبل از اینکه از شما خداحافظی کنم، یکی دو موضوع هست که میخواستم خدمت شما عرض کنم. یکی اینکه اولا تایم تی وی برنامه خانم ایمی گودمن دموکراسی نا رو هر روز از دوشنبه تا جمعه هم ساعت 10 صبح و هم ساعت 10 شب پخش میکنه. برنامه خانم ایمی گودمن در مورد دموکراسی نا بسیار برنامه آموزنده ایه و از شما دعوت میکنم که برنامه رو ببینید. برنامه خود بنده هم شنبه ها 5 صبح و 5 بعد از ظهر دوباره پخش میشه. همچنین از شما دعوت میکنم که به برنامه خوب دوست از یک دکتر مرتضی محیط که سه شنبه ها 9 صبح و 9 شب و شنبه ها از 10 تا 11 نیم صبح از تلویزیون پیام افغان پخش میشه توجه کنید. سپاسگزارم از که وقت ذی قیمت خودتون به تماشای برنامه اختصاص دادید. تا پنجشنبه آینده ساعت 8 شب که دوباره در خدمت شما خواهم بود، روز و روزگار بر شما خوش باشه. سپاسگزارم.